تمنا جهش بانوی پر افتخار و مبارز افغانستان. او خبرنگار، نویسنده و مبارز حقوق زنان است که همواره تلاش کرده تا برای زنان کمک کند و فریاد گلوی آنها باشد. بانو جهش از طریق برنامه‌ها، نوشته‌ها و اشتراک در کنفرانس‌های بین‌المللی واقعیت‌ها و ناملایمات جامعه را بیان کرده و در مورد حقوق زنان با صراحت سخن گفته است. تمنا از رشته خبرنگاری و روابط بین‌الملل سند فراغت دارد و در کشورهای مختلف تحصیل کرده است. او با جرأت، توانایی بیان، فصاحت و زیبایی که دارد، همواره حرفش تاثیرگذار بوده و مخاطبین زیاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تمنا جهش اکنون برای اخذ سند ماستری در یکی از کشورهای اروپایی مصروف تحصیلات است. همزمان با آن دست از مبارزه بر نداشته و در کنفرانس‌های مختلف بین‌المللی به نمایندگی از افغانستان اشتراک می‌کند. این بانوی خوش‌صدا و خوش‌سیما از همان کودکی عشق به آموزش و مبارزه داشت. هنوز کودک 5 ساله بود که بنابر استعدادش شامل مکتب گردید. او متعلم مکتب بود که شروع به مبارزه کرد و متفاوت از دیگر دختران بود. شمع مبارزه و حق طلبی در وجود او جوانه می زند. تمنا جهش مربوط به خانواده بزرگ کابل زمین است که اجدادش خدمات ارزنده‌ای را برای این سرزمین انجام دادند. بانو جهش در کنار فعالیت‌های سیاسی و اطلاع رسانی علاقه شدید به شعر و ادبیات دارد. هرچند او ژورنالیسم و روابط بین‌الملل خوانده است، ولی روزی نیست که لایه‌های ورق دیوان‌های شیری را باز نکند و بیت را زمزمه. تا حال 2 کتاب آماده چاپ دارد که یکی آن مجموعه شیری چشمسار عشق و دیگر کتاب زندگی زنان افغان است. تلاش‌های بانو جهش در امر اطلاع رسانی و بیان چالش‌های زنان و کودکان افغانستان باعث شد تا در سال 2016 از سوی نهاد بین‌المللی ویکن آیدی کارت خبرنگار بین‌المللی را برای 1 سال بگیرد و در این مدت سفرهای رسمی و کشورهای چین، ترکیه، سریلانکا، هند، پاکستان، عربستان سعودی، بریتانیا، آلمان، سویدن، پولند، اتریش، عراق، مصر و چند کشور دیگر داشته باشد و در این مدت گزارش‌های مختلف برای رسانه‌های افغانستان و چند کشور دیگر تهیه کرده است. تا کنون ده‌ها سپاسنامه از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی دریافت و در ده‌ها کنفرانس‌های مهم جهانی شرکت کرده است. بانو جهش بنیانگذار و رئیس عمومی سازمان جهش و همچنان مؤسسه نهاد حمایت از حقوق سیاسی و اجتماعی زنان افغان است. او قرار است در 8 مارچ 2020 یک خبرگزاری حرفه‌ای را در کابل افتتاح کند. تمنا جهش میگوید تا زنده ام صدای فریاد زنان افغانستان خواهم بود و از حقوق اساسی زنان رنج دیده کشورم دفاع خواهم.